جلسه 56 از آموزش الستریتور رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم با ابزارهای پرسپکتیو گرید تول و پرسپکتیو سلکشن تول آشنا بشیم. ولی قبل از هر چیز بهتره که چون با گرید داریم کار میکنیم گزینه اسنپ تو گرید رو فعال کنیم که در این مورد درسای گذشته مفصلا صحبت کردیم. این ابزار رو انتخاب میکنم، اینجا یک کلیک میکنم، فونتمو 400 میکنم، اسممو تایپ میکنم، میذارم اینجا، فونتشو عوض میکنم، یه مقدار فونتو کوچکتر میکنم، این بالا قرارش میدم و الاینش میکنم که وسط قرار بگیره. دقت کنید که کلمه‌ای که مینویسید باید تعداد حروفش فرد باشه، اینطوری خیلی بهتر میشه. روش رایت کلیک میکنم، کرییت آوتلاینز رو میزنم تا دیگه تکست نباشه، به صورت شیپ در میاد. یه رایت کلیک دیگه میکنم و آنگروپش میکنم. این اچ رو باید از وسط نصفش کنم، توسط این ابزار انتخابش میکنم تا نقاطش مشخص بشه. از منوی ویو رولرز شو رولرز رو میزنم، اینجا کلیک میکنم، درگ میکنم، میام و وسط اچ قرار میگیرم. میتونم توسط سلکشن تول گاید و اچ رو سلکت کنم، پنجره الاین، این قسمتش روی الاین سلکشنه، این قسمت رو کلیک میکنم که دقیقا مرکز قرارش بده. الان اینجا کلیک میکنم، موسم رو نگه میدارم تا چاقون بیاد، آلت کیبورد رو نگه میدارم، میام این قسمت کلیک میکنم، شیفت هم نگه میدارم که مستقیم بیاد پایین، میام تا این قسمت و رهاش میکنم. الان یه کلیک اینجا میکنم، با اینم کاری ندارم، دیلیتش میکنم. توسط این ابزار اول یه کلیک بیرون میکنم، حالا اینو کلیک میکنم، میارم پایین که فقط ببینید بریدش. کنترل زد میزنم برگرده به حالت قبل. الان سلکشن تول رو انتخاب میکنم، از اینجا کلیک میکنم، درگ میکنم، میام این قسمت رو سلکت میکنم، نسلش رو سلکت کردم، نسل اچ رو هم عضو این قسمتی هست که من سلکت کردم، آبجکت گروپ، این قسمت گروپ شد. اینجا رو کلیک میکنم، حالا دوباره از اینجا کلیک میکنم، درگ میکنم، میام و این نسل اچ رو هم سلکت میکنم، Object Group. برای اینکه متوجه بشین چی کار کردم دوباره اینجا کلیک میکنم، درگ میکنم، میام پایین، ببینید این یک گروپه، اونم یک گروپ. کنترل زد میزنم دوباره. روی نوار ابزارم ابزاری دارم به نام Perspective Grid Tool، انتخابش میکنم، میاد اینجا. خب اینو میتونید بالا و پایینش ببرید، هر کدوم از دارو میتونید چپ و راست کنید، میتونید کلیک کنید، بالا و پایین کنید و تغییراتی بدید. نگران به هم ریختنش هم نباشید. اگر خواستید ریستش کنید، ویو پرسپکتیو گرید، اینجا این تو پوینته، پس تو پوینت رو انتخاب میکنید و روی این گزینه کلیک میکنید، ریستش میکنید. یک زیر ابزار داره پرسپکتیو سلکشن تو، انتخابش میکنم. الان این نارنجی انتخاب شده، یعنی این قسمت، اگر اینجا کلیک کنم آبی سلکت میشه، یعنی این قسمت. حالا من میتونم هر شیپی، حتی من میتونم اینو بگیرم و اینجا درگ کنم، اینجا رسمش کنم، کنترل زد میزنم، ولی من اینو دارم. توسط پرسپکتیو سلکشن تول کلیک میکنم، درگ میکنم، میام اینجا قرارش میدم. حتی اگر خواستید میتونید اینجا کلیک کنید، درگ کنید، بزرگش هم بکنید. کنترل زد میزنم. الان این دیوار رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینو هم اینجا قرار میدم. بهتره که زوم کنیم بریم جلو تا دقیق ببینیم چی کار داریم میکنیم. دوباره ابزارم انتخاب میکنم و تنظیمش میکنم. فکر کنم خوب شد. برای اینکه گریدمون بره اسکیپ رو میزنیم، گرید رفت. حالا میتونید هر دو رو سلکت کنید، بد نیست رایت کلیک کنید، گروپش کنید. اگر خواستید میتونید رنگش رو عوض کنید، میتونم کلیک کنم، درگ کنم، ببرمش بالا، حتی میتونم سایزش رو بزرگ کنم،
میتونم حتی گرادینت بهش بدم، ولی برای اینکه گرادینتش خروجی بهتری بهمون بده بهتره که از پاتفایندر این گزینه رو کلیک کنم تا کاملا یک دست بشه.